درود بر شما با 180 ثانیه چهارشنبه چهار شنبه دوم آبان ما همراه ما باشید پروازهای دو شرکت هواپیمایی ترکیه به ایران به صورت موقت متوقف شد. پروازهای خطوط هوایی ترکیه، ترکیش لاینز به مقصد ایران تا 11 آبان لغو شد. پروازهای شرکت هوایی پگاسوس ترکیه به ایران نیز تا 7 آبان لغو شده است. به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، دلیل این توقف پروازها شرایط منطقه اعلام شده است. ظهر امروز چهارشنبه دوم آبان ماه نرخ برابری دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به بالاترین میزان خود در چند ماه اخیر و به مرز 67300 تومان رسید. قیمت سکه طلا نیز در چند روز گذشته رکورد تاریخی خود را شکسته و از مرز 56 میلیون تومان عبور کرده است. قلام جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی گفت تجربه انفجار پیجرها در لبنان اثبات کرد که نمی توانیم به فناوری های حساس امنیتی خارجی متکی باشیم او از تولید سرور بومی برای استفاده در امنیت و دفاع سایبری خبر داد و تاکید کرد انتظار ما این است که دستگاه ها سرور خارجی نخرند شورای امنیت ملی اسرائیل به شهروندان اسرائیلی در سریلانکا هشدار داده است که به دلیل احتمال وقوع حمله تروریستی چند منطقه توریستی در آن کشور را ترک کنند. شورای امنیت ملی اسرائیل توضیح بیشتری در مورد ماهیت این تهدید نداده است. از سوی دیگر رسانه های دولتی در لبنان گزارش می دهند که اسرائیل حملات هوایی به شهر تاریخی سور در لبنان را از سر گرفته است. کارکنان سازمان دفاع مدنی لبنان میگویند تمامی جمعیت شهر سور در حال جابجا جا شدن است در غزه نیز اداره بهداشت این باریکه که در کنترل حماس است اعلام کرده در شبانه روز گذشته دست کم 74 نفر کشته شدند در خبر دیگر پنج کشور اسکاندیناوی از طرح پارلمان اسرائیل برای ممنوعیت فعالیت آژانس امداد رسانی به آوارگان فلسطینی در کرانه باختری ابراز نگرانی کردند. ستاد انتخاباتی دانلد ترامپ در شکایتی به کمیسیون فدرال انتخابات آمریکا با توصیف حزب کارگر بریتانیا به عنوان یک حزب چپ افراطی این حزب را به مداخله خارجی آشکار در انتخابات آتی ریاست جمهوری به نفع کامالا هریس متهم کرده است. مبنای این شکایت گزارش های رسانه ها از تماس بین ستاد خانم هریس و حزب کارگر و همچنین سفر شماری از اعضای حزب کارگر به آمریکا برای تبلیغ به نفع خانم هریس است.